جدایی هرات از ایران یکی از مهمترین وقایع تاریخ ایران و افغانستان در زمان قاجار به شمار میره. تو این دوره پافشاری ایران بر تملک هرات مورد اعتراض و هجوم انگلستان قرار میگیره. انگلستانی که هرات رو حائلی بر نفوذ روسیه در هند میدونست. روندی که در آخر به عقد معاهده پاریس و جدا شدن هرات از ایران منجر شد درود بر شما من حمید خسروی و اینجا پادیسمه تو این دوره ویدیوها ما از دوران ناصری و اتفاقات و اشخاص مهم این دوره براتون میگیم از لحاظ تاریخی اسم هرات از نام باستانی هریو اگه درست تلفظ کرده باشم به معنی شتابان گرفته شده هرات در زمان حخامنشی به نام هریوا نام داشت و یکی از های اصلی شاهنشاهی حخامنشی بود بعد از سقوط حخامنشیان سلوکیان بر منطقه چیره شدند تا سال 167 هم توی این منطقه حضور داشتند تا اینکه مهرداد یکم پادشاه مقتدر اشکانی هریوا و برخی از سرزمین های دیگر رو از سولوکیان گرفت از این به بعد هریوا جزی از قلم اشکانیان شد بعد از اشکانیان به دست ساسانیان افتاد و تو این دوره هم از مراکز مهم نظامی منطقه و مرزی بود اونم برای مقابله با هپتالیان. قبل از حمله اعراب مسلمان به خراسان این منطقه دارای اقلیت مسیحی نستوری و مرکز شرابسازی بود اینو برای اهل دلاش گفتم اما در حدود سال 31 هجری قمری البته یک کم پس و پیش با وجود مقاومت سرسختانه شهر حرات به دست اعراب مسلمان فتح شد بعد به دست تاهریان نخستین حکومت ایرانی تبار افتاد و به ترتیب سفاریان، سامانیان، قرخانیان، غزنویان، سلجوقیان، قوریان، خارزم، شاهیان از مهمترین حکومتهایی بودند که بر این منطقه سلطه داشتند. هرات تو زمان سلاطین قوری در قرن دوازدهم هجری رشد زیادی کرد و این رونق تا قبل از حمله مغول باقی بود هرات مثل اکثر مناطق دیگه خراسان با حجوم مغول در سال 1222 میلادی یعنی تو سال 600 خورشیدی ویران شد و بیش از نیمی از اهالی بونی هرات هم به قصل رسیدند و هم آواره شدند بعد از تکاپوی مغول در منطقه و مدتها گذشتن از هرج و مرج توی مناطق و عملا افتادن آبها از آسیاب بین چهار شهر خراسان بزرگ هرات نسبت به سه منطقه دیگه یعنی مرو و بلخ و نیشابور پیشرفت بیشتری کرد اوج این شکوفایی هم از زمانی شروع شد که هرات پای تخت تیموریان شد شاهرخ پسر تیمور به همراه همسرش گوهرشاد بیگم خدمات زیادی رو به این شهر کردند. تو سال 1506 یعنی 884 خورشیدی شیبانیان که یک حکومت ایرانی شده یه ترکی مغولی بودن به هرات چیره شدند و اندکی بعد هرات به دست صفویان افتاد تو دوره صفوی هم هرات یکی از مهمترین شهرها و مرکز خراسان محسوب می شد شاه عباس کبیر هم تو این شهر به دنیا اومد و تا پیش از به سلطنت رسیدنش هم توی این منطقه زندگی میکرد. بعد از سقوط صفویان هرات مدتی در اشغال طایفه عبدالی بود و بعد به دست نادرشاه افشار افتاد. پس از مرگ نادرشاه افغانها بر هرات مسلط شدند اما انگلیسی ها که از دیرباز نگران دستاندازی روسیه به هندوستان بودند و نیت اینو داشتند منطقه افغانستان فعلی رو به صورت حایلی بین هندوستان و روسیه در بیارن و عملا مانع پیشروی روسیه به سمت مستعمرات خودشون بشن دوره ای رو شروع کردن به نام دوره بازی بزرگ که تو این زمان مأموران بریتانیا در هرات فعال بودند و از جدایی هرات از حکومت ایران پشتیبانی میکردند تا اینکه میرسیم به دوران قاجار بعد از تلاش نافرجام آقا محمد خان در تسخیر هرات اونم به دلیل مواجه شدن با حمله روس ها به قفقاز حمله ای که در آخر به ترور آقا محمد خان ختم شد فتلی شاه و فرزندانش به خصوص عباس میرزا در سرکوب حکام این منطقه خیلی کار کردن که ارز میکنم جلوتر خدمتون همطور که میدونیم روزها در جنگ با عباس میرزا مناطقی از قفقاز در شمال رود عرس رو که امروز به عنوان جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، جمهوری گرجستان و داغستان شناخته میشه رو از ایران جدا کردند. این موضوع صرف نظر از لطمه اقتصادی و سیاسی موجب تحقیر و خفت شاه ولیعهد و ملت ایران شده بود. عباس میرزا بعد از این جریانات برای اعاده حیثیت و عملا التیام غرور شکستش به تحریک روزها یه سری از عملیات نظامی علیه عثمانی ها رو شروع کرد ولی کافی نبود. گرفتاری دولت ایران در جنگ با روسها مانع از توجه لازم به حرات شده بود و امیر حرات با استفاده از این موقعیت از پرداخت خراج سالانه به خزانه دولت مرکزی خودداری کرد. ولی بعد فتلی شاه دو بار تونست به وسیله سپاه خراسان فتنه حکام حرات رو بخوابونه هر دوبار هم امیر حرات پذیرفت که خطبه به نام شاهنشاه ایران بخونه و سکه به نام شاه ضرب کنه و خراج سالانت رو بپردازه. بعد از اهنامه گلستان به خصوص بعد از اهنامه ترکمنچای نفوذ دولت روسیه در ایران زیاد شد و عملا قلبه کامل ایران بر هرات خطری بود برای مستعمره پرسود بریتانیا یعنی هند. بنابراین ایران به نظر دولت مردان روسیه و انگلیس به منزله کلید هندوستان شمرده میشد. به همین دلیل دولت بریتانیای کبیر با دیدن گسترش نفوذ روسیه تو ایران تشخیص داد که به هر قیمتی هم که شده افغانستان رو از هیته نفوذ ایران دور نگه داره یه سری از دولت مردان ایرانی که از طرف سن پترزبورگ حمایت و پشتبانی می شدن توجه خودشون رو به سمت هرات معطوف کردند تا در ازای ایالتی که تو شمال غربی ایران از دست داده بودند تصرفاتی در مشرق ایران داشته باشند و یه جورایی حیثیت از دست رفتشون رو جبران کنند پس عباس میرزا ولیعهد فتلیشاه با سپاهی عازم شرق شد بله عباس میرزا ولیهد فتلی شا با سپاهی آزم شرق شد و حاکم سرقص نسا و اشقاباد رو یه گوشمالی داد و به کامران میرزا حاکم حرات هم دستور داد که به دولت ایران مالیات بپردازه در جواب یه پاسخ سربالا از طرف کامران میرزا بهش رسید عباس میرزا مذهبی شد به پسرش محمد میرزا که در آینده میشه شاه ایران یعنی محمد شاه معموریت داد به حرات بره و شهر رو محاصره کنه لشکریان محمد میرزا حرات رو محاصره کردند و موفق بودند ولی خبر رسید که عباس میرزا بر اثر یرقان در سن 48 سالگی در خراسان فوت کرده قبلا زندگی نامه عباس میرزا و محمد شاه رو گفتیم حتما برین گوش کنید زندگی خیلی جالبی دارن بعد از مرگ عباس میرزا محاصره شهر حرات عملا ناتمام موند و محمد میرزا هم به تهران احضار شد تا به سمت ولی اهدی و جانشینی فتحالی شاه تعیین بشه اما فتحالی شاه هم یک سال بعد فوت کرد و محمد میرزا شد محمد شاه و مسلط بر امور ایران اما قضیه هرات با مرگ فتحالی شاه هم تموم نشد از یک سو محمد شاه کار ناتمامی در هرات داشت و از سوی دیگر سیمونویچ نماینده دولت روس در تهران که نفوذ زیادی هم بر شخص محمد شاه داشت اونو به محاصره هرات تشویق میکرد لندن از این تصمیم محمد شاه به دلایلی که عرض کردم خیلی نگران بود اومد و الکساندر رو به بهانه توسعه داد و ستد و بازرگانی به کابل فرستاد اما در باطن مأموریت اون تحریک سران ایلات بر ضد ایران و روسیه بود عملا هر دو جناه در حال پیشبرد اهداف خودشون بودن محمد شاه هم با تزار وقت روسیه یک پیمان دوستی امضا کرد و تصمیم گرفت شخصا برای گوشمالی دادن به حکمران هرات و نواحی مجاور که در پرداخت مالیات تعلل کردن بره دوست محمد خان حاکم کابل هرات رو یک شهر متعلق به ایران میدونست اون در قبال تصمیم محمد شا هیچ واکنشی نشون نداد و تنها خواستش این بود که شاه بعد از گوشمالی دادن به حاکم هرات دست به اقدام مشابه در مورد والیان ولایات دیگه مثل قندهار نزنه. دولت لندن که از دوست محمد خان معیوز شده بود خودش مستقیم وارد عمل شد و به تهران اختار داد که از لشکرکشی به هرات منصرف بشه. البته دولت ایران هیچ اعتنا نکرد و دولت روسیه همین اختار لندن رو مداخله در امور داخلی ایران دانست. لندن که اختار خودش رو بی نتیجه می دید به دو اقدام همزمان دست زد. یک اعزام کشتی جنگی به آبهای ایران که این نیروها بوشهر و خارک رو تصرف کردند و دومی وادار کردن آقاخان محلاتی به شورش تو قسمت زندگی نامه محمد در مورد تمام این شورش ها صحبت کردم حتما برین ببینین این ویدیو رو سرانجام محمدشاه به خاطر فشارهای بسیار از تصمیم خودش عقب نشینی کرد و به پای تخت بازگشت اما انگلیسی ها می دونستند محمد توی فرصت دیگه به هرات لشکرکشی خواهد کرد اومدن و وضعیت خودشون رو تو افغانستان تقویت کردند و بعد دوست محمد خان که حاضر به اقدام بر ضد ایران نشده بود رو برکنار کردند و شجاع که دست نشانده خودشون بود و کردن حاکم کابل ولی در پشت پرده همون الکساندر نماینده انگلستان داشت افغانستان فعلی رو میچرخوند انگلستان بعد برای سرکوب هر گونه مخالفت پنج هزار نیرو از هند به قندهار منتقل کرد اما افغانها در کابل با این اقدام انگلستان مخالفت کردند و در ادامه تو سال 1841 شورشی به پا شد و شجاع الملک و الکساندر کشته شدند. انگلیسی ها با اینکه درگیر جنگ تریاک با چین بودند فهمیدن چه اتفاق افتاده تو افغانستان اما عقب نشینی نکردند و 16500 سرباز دیگر رو از هند به افغانستان اعزام کردند. اما از دست این نیروها هم کاری ساخته نبود بعد از چند شکست افغانها دوباره دوست محمد خان رو پادشاه خودشون کردند. دوست محمد خان که به حکومت بازگشته بود تا سال 1855 به جنگ با انگلستانی ها ادامه داد تا اینکه درگیری ها با امضای پیمان پیشاور تو همون سالها به پایان رسید دوست محمد خان بعد از سازش با انگلیسی ها نظر سابقش درباره حرات رو تغییر داد و این امر منجر به لشکرکشی مجدد ایران در زمان ناصرالدین شاه به حرات و مناطق اطراف اون ولایات شد وقتی که انگلستان تو سال 1856 درگیر جنگ کریمه تو اروپا بود ناصرالدین شاه قاجار فرصت و قنیمت شمرد و به تشویق روس‌ها با قشونی به فرمان حسام السلطنه به حرات لشکرکشی کرد و حرات رو به تصرف خودش در دولت انگلستان پشت بندش به دولت ایران اعلان جنگ کرد این اعلان جنگ در پی بی‌اعتنایی تهران به اخدار انگلستان بود همچنین مقامات تهران به سفارت انگلستان در تهران گوشزد کردند که نباید از اونها انتظار داشته باشید که اصلی ترین منطقه ایران رو ترک کنند. در اون مقطع زمانی دولت انگلستان نیروی کافی و توانایی لشکرکشی به هرات از راه زمین و جنگ با ایران رو تو منطقه نداشت و احتمال این بود که نیروی زمینی اون در باطلاق جنگ با ایران و عمرای محلی فرو بره ولی در خلیج فارس میتونست بدون درگیری مسلط بر منطقه بشه و ازش به عنوان پاشنه استفاده کنه بلافاصله فاصله هشت کشتی جنگی با تعدادی کشتی بخار و بادی از سواحل هند به حرکت در اومدند و بعد از گذشتن از تنگه هرمز شروع کردند به گلول باران شهر بوشهر تا اینکه در نهم دسامبر سال 1856 نیروهای انگلیسی به بندر بوشهر وارد شدند و در نبود قوای کافی دولتی مردم معمولی در نبرد خیابانی 45 روز از شهر و هومه بوشهر دفاع کردند ولی در آخر شکست خوردند تو نبردی هم که در خوشاب بین ایران و انگلیسی ها رخ داد انگلیسی ها قوای ایران رو تونستن شکست بدن ژنرال او ترام فرمانده نیروهای انگلیسی تصمیم گرفت که به جای فارس نیروهای خودش رو به مناطق دیگه ایران یعنی خارک و احواز و خورمشهر بفرسته تا از کوههای ایران فاصله بگیره. نیروهای اون خورمشهر شهر و اهواز رو که کوه و کمر و گردنه نداشتن تصرف کردند. شانس تو همون زمان زد و هندی ها تو هندوستان بر ضد انگلیسی ها دست به شورش مسلحانه زدند. بهانه و علت این شورش همین بود که هندوها فهمیده بودند که انگلیسی ها برای روغن زدن و پاک کردن توفنگ هاشون و سنبه زدن لوله های اسلحه از پی و چربی گاو که براشون مقدسه استفاده میکنن. این امر جرقه شده بود برای انفجار یک شورش دامنهدار در هند. تو این زمان دولت انگلستان برای سرکوب کردن شورش داخلی هند به نیروهای ازامی در ایران نیاز داشت. به این خاطر اومد و صحبت صلح رو پیش کشید اما بی اطلاعی تهران از این شورش و یا حداقل دست کم گرفتنش مانع این نشد که به سازش با انگلیسی ها موافقت نکنه با این سازش هم ایرانی ها و هم هندی ها هر دو ضرر کردند. اگر ایران برای مدتی مقاومت کرده بود یا موافقت رو به تأخیر مینداخت احتمالا سرنوشت دیگری برای حرات و شاید هندوستان رقم میخورد. و ما در آخر تو تاریخ 14 مارس سال 1857 فرخان امین و دوله به نمایندگی از ایران و با وساطت ناپلئون سوم معاهده با نماینده ای در پاریس امضا کرد که مطابق آن معاهده استقلال افغانستان به رسمیت شناخته شد و دولت ایران از هر گونه ادعای حاکمیت بر افغانستان صرف نظر کرد همچنین ماده ای هم در این معاهده گنجانده شد که به موجب آن ایران بندر عباس و چابهار رو در ازای مبلغ ناچیزی اجاره بده به والی مسقط در کشور عمان ممنونم که امروز هم همراه ما بودین لایک و کامنت و سابسکرایب یایتون نر اون زنگوله کناریش هم بزنید تا از برنامه های آینده ای ما مطلع بشین اینجا پادیسم و ما از تاریخ میگیم تا درود دیگر بدرود